خوب خوابیدی یا؟ آره، پس بابا کی میاد؟ گفتم که میاد عزیزم، پاشو الان پاشو پاشو، بعد بریم دستورتو بشوری و صبحانه بخوری، بابام زود میاد. ببخشی سر صبح مزاحمتون شدم. چند کلمه خواستم با تو صحبت کنم. رضا جان یه دقیقه بیا. شیرین رو ببر یه چای شیرین براش درست کن بخوره. باشه. من گرفتم. خیلی خوب، من میرم یه لقمه واسه شیرین درست بکنم تا شب اشتهاش کور بشه. بریم. شما صبحانه خوردید؟ میخواید براتون چای بیارم؟ نه ممنونم، میخواستم راجع به دوستتون باهاتون صحبت کنم. مریم چیزی شده؟ دوست شما خواسته و ناخواسته پای خودش و خانوادش به این ماجرا باز شده. مریم بی تقصیره. میدونم، میخوام کمکش کنیم. شما چی از من میخوای؟ اون احتمالا اطلاعاتی در مورد موسا برادرش و نادر و اون شبه. مریم هیچ ربطی به نادر و قضیه اون مواد. اینو تو میدونی؟ یعنی شما میدونید؟ به هر حال دیر یا زود به خاطر ارتباط ناخواستش با این ماجرا باید پاسخگو باشه. اون تو شرایط بدیه، شاید خودشم ندونه که چه آینده خطرناکی در انتظارشه. در ضمن شاید اطلاعاتش کمکی کنه برای حل این موضوع. اینجوری میشه امیدوار بود که به خاطر نجات خودش و خانواده‌اش لاقل یه قدمی برداشته. یعنی شما از من میخواین نقش یه جاسوس رو براتون بازی کنم؟ بکنم حرفای من اینقدر روشن بود که نیازی به اینقدر توضیح نشته باشه. حالا اگه دوست داری کمکش کنی الان وقتشه، یا لااقل سعیتو بکن. چی شد؟ هیچی، ردیزه. حسابی هم طرف رو تشنه نگری داشتم. به قیافه یارو نمیومد این کاره باشه. چی کار به قیافه شده؟ نو کردتم مگه به قیافه؟ این آدم مثل من دومش بیا آدم گندهی مثل ناده وصله. حالا کجا باش قرار گذاشتی؟ بیده مطمئن، فقط اول باید جنسا رو ببینه. باز بازی در آوردی؟ مگه تو ادعات نمیشه که اینا بهت اعتماد دارن؟ حتما باید جنسا رو ببینن؟ من ادعام میشه و تو نمیتونی ادعا کنی که موسا افخر اینا تا جنسا رو رویت نکنن که باید معامله نمیام که رو کردستم. منم نمیتونم همیجی برم تو دانشگی. حرف موسا حرفه، اینا مثل من و چومفی نیستن موسا افخر. جنسا باید رویت کنم با چیزاشون ببینم. جان موسا، جان پومفی، کلکی تو کارت نیست رو کردستم. عجب گیری کردیم. اگه کلکی تو کار بود تو این زهرماری از کجا میابردی خودت بسازی ها؟ حتما باید جیرت قد کنم تو حالیت چه؟ خب بابا شوخی کردم، همینجا واسه ببینم میتونم موخشو بدنم. انوچ حواستو خوب جمع کن، با حالو طرف نیستی یا کلک ملکی تو کارت باشه خودم کلکتو میکنم. چیه؟ باز کم آوازی برای منیش پمپی خط و نشون بکشی؟ دستت بندن. را خیلی خوب. چی شد برگشتی منوش پمپی؟ جنسا ردیفه، میدونی با چشمات رویتش کنی با چهار تا شیش تا هشت تا هر چند تا ردیفه. خب این شد یه حرفی. هم کردم.
الو، خودم هستم. گفتم که مژدگانی داره. اما یادت باشه با کسی که بهم نارو بزنه چه کار میکنم. خب حالا بگو. انگار ما یه چیزایی به حضرت عالی بده کاری. حرف نزن، حوصله‌تو ندارم. واسه چی؟ ببینم تو حالیت با دارین چیکار میکنی؟ آره منوش پمپی، واسه من آسمون ریسمون نباف. من خودم بلدم چی به چیه. آره بلدم. یه نابلدی دیگه افخت. ما داریم با جون خودمون بازی میکنیم، خیال کردم جو علکیه. من این چیزا حالیم نیست. همینقدر مطمئن شدم که تو هیچ چی بارت نیست. گفتی سه سوت آبشون میکنیم، هنوز هیچ غلطی نکردی. آدمی زاد، مگه ندیدی رفتم در خونه یادو چقدر التماس کردم راضیش کردم بهم زنگ بزنه. تو حوصله کن ببینم چه خاکی تو سرم بریدم. حواست باشه اگه بخوای نارو بزنی آدمت میکنم. خوبه خوبه، واسه من جا خوشونه نکه جا بیام. یه خود خوردنیه جا نبری، من خیلی باشیم. اگه کارتو درست انجام بدی قضام بهت میدم پوست کنی. به جهنم. هر چیزی برای خوردن نداری از اون تو جورابیا بده، خود خودمون رو بسازی. بابا به کی داری بند میبنی تو؟ اشکالش نکنی با مدل ممکنه زنگ بزنه. خونمو، اما انگاری هیچکی نیست. آقا نوید، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. اگه لطف شما نبودا من تا حالا باید گوشه کوچه معطل میموند. خواهش میکنم، من که کاری نکردم. میگم اگه جای دیگه هم خواستین من برسونم اتون در خدمتم. خیلی ممنون، خدا نگهدارت باشه. خواهش میکنم. زنده باشی. بفرمایین تو. ممنونم. سلام. سلام مامان. معلوم هست کجا بودی؟ دلم هزار راه رفت. نمیفرمایی تو. مزاحم نمیشم، با اجازتون سلام برسونی. شما هم سلام برسونی. خدا حافظ. چه چیزی به من نگفتی رفتی؟ آخه چی شده مامان؟ خدا پدر این پسر نویدو بیامرزه. صبح کنار کوچه معطل وایساده بودم برای ماشین، اومد منو سوار کرد برد تهرون. کارامو کردم برم گردون. ماما تو این وضعیت کجا گذاشتی رفتی؟ تو خدا به من بگو. دیشب تا صبح از فکر موسا خواب به چشمم نیومد. گفتم برم تهرون، شاید یه خبری ازش بشه، شاید ببینمش. چی داری میگی مامان؟ موسا دیگه تو اون محل اینقدر آبرو نداری. تمام همسایه ها از چپ و راست می آمدن می رفتن می گفتن این آقا موسا چی کار کرده. ماشین پلیس هم سر کوچه وایساده بود. کاش می دونستیم کجاست، چی کار داره می کنه. امروز صبح به ام تلفن زد. چی؟ موسا؟ آره، هرچی دلم خواست بهش گفت. اما مگه به خرجش می ره. گفت گیر مدارکشه که پیش این مردی که فراری نادری. از تو هم یه چیزی خواست. از من؟ آره، گفت اگه میشه بری براش مدارکشو از این مردی که بگیری و ببری بهش بدی.
اینم داداستو. این دیگه چیه مامان؟ نمیدونم از کی تا حالا پسرم صاحب همه چیز شده. ماشین، موبایل، اینم شماره موبایلشه، داده به تو که بهش تلفن بزن. بیا تو بابا. مریم جان، مادرت اومد؟ بله تازه اومد. کجا بود؟ بیا تو بابا جان، بیا، تو که غریبه نیستی. مریم جان، تعارف کن زهره خانم بیان خونه. نه نه، اگر اجازه بدین یه وقت دیگه. باشه، پس من میرم بساط صبحونه رو آماده کنم. کجای خواهر من؟ چرا نمیای تو؟ راستی شیرین پیدا شد؟ میدونی پیش کی بوده؟ آره، پیش موسا. تو از کجا میدونی؟ دیگه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که برادر من خواهر بهترین دوستمو دزدیده. مهم اینه که من دیگه از شرمندگی نمیتونم تو روی تو خانوادت نگاه کنم. این حرفا رو ول کن مریم. به من بگو، راستشم بگو. نادر بهت گفته؟ آره، نادر بهت گفته. تو هنوز باش ارتباط داری مگه نه؟ به من نگاه کن مریم، با تو هم. نه، من ازش خبر ندارم. تو چت شده؟ چرا داری بهم دروغ میگی؟ با این کارت قدم به قدم از هم دور میشیم. تو چی داری میگی زهرا؟ تو عوض شدی مریم، یه طور دیگه ای شدی. اون مریمی که من میشناختم آدمی نبود که به این راحتی چشمشو رو همه چی ببنده. کنایه میزنی؟ یه نگاه به خودت بکن، فکرت، رفتارت، باورت، محبتت عوض شده، حتی لباس پوشیدنت هم تغییر کرده. تو خودت میفهمی داری چی کار میکنی نه؟ اومدی اینجا این حرفا رو به هم بزنی؟ من که گفتم شرمندم. واقعا متاسفم بابت کاری که موسا با شما کرده. دیگه چرا طعنه میزنی؟ خوب گوشاتو باز کن مریم، تو هنوز دوست منی. من برای موسا نگرانم، متاسفم. خوب میدونم چی کار کرده و چی کار میخواد بکنه. تاوانش هم باید پس بده. من حساب تو از اونجا داست. من نمیذارم تو اشتباه کنی. راه تو از نادر سواز. من راه خودم رو میرم زهرا. نه
نکنه فکر کنی بچه‌ام؟ آره بچه ای. کسی که به این راحتی تحت تاثیر یه نفر قرار میگیره بچه است. بچه تو از چی ناراحتی زهرا؟ از این که شیرین رو دزدیدن؟ از این که همه چی اینجوری به هم ریخته؟ یعنی که چی؟ هیچی، ولش کن. نه حرف تو بزن. ببینم تو خیال میکنی آدمی مثل نادر بر من مهمه؟ خیال میکنی چون میخواد تو زنش بشی من حسودی میشه؟ نه منظورم این نبود. چرا بود؟ ولی بذار خیالت راحت کنم. کوه بابای نادر و هرچی که داره برای من تو مهم. مریم تو کسی که مثل خواهرم دوستش دارم، کسی که میدونم قلبش چقدر پاکه. تو خدا به خودت بیا مریم، تو کجا داری میری؟ نمیدونم، فقط میدونم هر جا برم باید تنها برم. ببین اصلا هر چی که تو بگی، هر چی که تو بخوای، من همیشه کنارتم. ببین بیا برو پیش پلیس و همه چیزو بگو. تو رو خدا برو قبل از اینکه دیر بشه. خودت و برادرت کمک کن. همه چی درست میشه باور کن. اون مرد و هر چی که مربوط به اونه باید فراموش کرد. خواهش میکنم مریم، التماست میکنم. ببین دارم التماست میکنم. خدافظ زهرا. مریم اینجا بود. حدس میزدم. چی بهت گفت؟ چی میخواید بگم؟ اون هیچی نمیدونست. نه از برادرش موسا خبر داشت، نه از نادر. اگر چیزی میدونست حتما به من میگفت، منم به شما میگفتم. باور کنید. خودت چطور؟ باور میکنی؟ منظورتون چیه؟ یادتون باشه بس چیش خواستیم که شما تشبیرد اینجا. در درجه اول کمک کردم به دوستتون مریم. آخه چطوری؟ ببخشید من حالم خیلی بده. درسته که برادر مریم شیرین رو دزدیده و ساک مواد رو برداشته، ولی خودش بی تقصیره. اون وقت من دارم جاسوسیشو میکنم. دوست خوب شما چشماشو بسته، معلوم نیست تا کجا میخواد بره. بهتر احساسات رو بذارین کنار. مطمئنم الان میدونی که مریم یه چیزایی میدونه و پنهان میکنه از همه، حتی از تو. ولی نادر آدم زرنگیه، خوب میدونه اطرافیانشو چه شکلی تحت تاثیر قرار بده.
شاید شما فکر کنید احتمالا یه دوست خوب از دست بدید، ولی من دارم در مورد از دست رفتن زندگیش و هرچی داره صحبت میکنم. انتخاب خودته. شاید بتونید کمک کنیم نذاریم این اتفاق بیفته. البته اگه فرصتی واسه کمک کردن مونده باشه. یه خودت میدونی. منوج؟ چیه؟ معامله انجام شد؟ معامله چیه؟ گرفتی خوابیدی؟ انگار اومدیم سیزده بدن؟ مگه قرار نبود ردون خریدارا رو بزنی ها؟ چون اینقدر لفتش میدی؟ ای بابا نو کردم نخود لوبیا که نمیخوایم بفروشیم، مواد مخدره. یه ذره عدد گیره اونا بیفته بادت خونده. یعنی چی؟ همینجا اتراق کنیم تا خودش پول شه؟ ای بابا من که ندیدی زنگ زدم خب خبر بدم. هی میگه من میگم نده، هی میگه بدو. یاد میکنی به همین راحتی میشه تو این چوبمون نداره که من نه تو هر دقیقش هزار مصیبت گفتن. یا باید دل شیر داشته باشی یا باید چی زهری گفت داشته باشی مثل منوی پومپی. خیلی خب بابا، نمیخواد واسه من درس روانشناسی بدی؟ خب دل واپس هم دیگه، نمیخوام شانس به این خوبی رو مفتی مفتی خرابش کنم، میفهمی؟ چی ممکنه باشه؟ خودم هستم. آره پس چی خیال کردی؟ هیچ کس نمیتونه من رو پیدا کنه، میفهمی؟ نگران اون نباش، درست همونطوری که گفتم عمل کن. چی داری حرف میزنی؟ چرا به حرفام گوش نمی کنی موسا؟ اصلا میفهمی چی کار کردی؟ مریم آروم باشه، به حرفام گوش کن. نه تو گوش کن. آخه چرا این کار کردی؟ چرا شیرینو دزدیدی؟ یه بچه بیگناه چه بدی به تو کرده بود که اینطوری اذیتش کردی؟ موسا چرا اینطوری آبروی خودت رو مار بردی؟ فکر نکردی من دیگه چشای تو روی بهترین دوستم زهرا نگاه کنم؟ هان ای بابا ولکن نیستی که یه بند حرف بزن. گفتم که مشکل دارم، به کمکت احتیاج دارم. اون قضیه تموم شد و رفت. خیلی پر روی موسا، خودتو زدی به بیغیرتی و بیاری. ساکت شو دیگه. اصلا فکر نکردی چه بلایی سر ما آوردی؟ اصلا نمیپرسی حال مامان چطوره؟ موسا خوزا روحی مامان اصلا خوب نیست، خیلی براش نگرانم. تو رو خدا بفهم. درستش میکنم مریم، تو فقط الان به حرفای من گوش کن. به کمکت احتیاج دارم. داره کمو میخوام، همونی که پیش نادر گذاشتم، پاسپورت و شناسنامه‌مو برام بگیر ازش. دست درد نکنه. خب چطوری؟ نمیدونم چجوری میگیری ازش. اگه این کار شدنی باشه فقط تو میتونی انجامش بدی. مریم بابجی من، یه بار دیگه به داداشت کمک کن. خب به حرفام گوش کن موسا، ببین چی میگم. اگه الو الو مریم سلام، توی؟ معلومه با کی داری این همه حرف میزنی؟ مگه چی شده؟ باید ببینم ایت مریم.
من نمیتونم الان. گفتم باید ببینمت. مسئله مهمیه. حتما باید از نزدیک ببینمت مریم. ولی من نمیتونم. خودت که بهتر میدونی چرا. من میترسم نادر. من یه حتی از سایه خودم هم میترسم نادر. نترس. نمیتونم. اتفاقی نمیفته. تو میای پیش من. گفتم که باید ببینمت. مسئله مهمیه. باید باهات حرف بزنم. متوجه شدی؟ مریم خانوم، کاری داشتید؟ سلام. علیکم سلام. راستش اگه چیزی میخواید بگید زودتر بگید، چون باید برم کار دارم. نه میتونیم بریم، مزاحم نمیشم. آقا نوید، عذر میخوام. چیزی میخواستید بگید؟ صبح که مادرتون رو رسوندم تو راه یه چیزایی واسم تعریف کرد راجع به مشکلاتی که واس خانوادتون پیش اومده. من نمیدونم مادرم به شما چی گفته، ولی اگه مشکلی هم باشه خودمون از پسش برمیای. آره حتما همینطوره، اما من نگرانم. نگران شما. برای من؟ واسه چی؟ چون من به شما علاقه دارم. میفهمی؟ آقا نوید، بذارید یه چیزی رو برای بار اول و آخر واسهتون روشن کنم. علاقه شما نسبت به من به خودتون مربوط میشه. در ضمن فکر نمی‌کنم توی کوچه جای مناسبی برای خواستگاری این حرفا باشه. خواستگاری؟ خب آره، من بارها بهش فکر کردم. من از روز اولی که شما رو دیدم هیچ وقت احساس غریبی نکردم، به خاطر سادگی و صمیمیتتون. من همیشه آرزوم این بود با دختری مثل شما ازدواج بکنم. الانم هست. الان نیومدم که راجع به این چیزا باهاتون صحبت کنم، اومدم بگم خواهش میکنم مثل قبل باشه. هستم، ولی نمیدونم چرا همه فکر میکنن که من عوض شدم. شدید. اگه یه نگاهی به خودتون بندازین، اگه هنوز سادگی و صمیمیتتون رو داشته باشین، موقع معنی حرفای منو میفهمید. نگرانی منم از همینه. خداحافظ. عجله کجا داره میره؟ بشین سر جات، نباید تو رو ببینه. کجا داره میره؟ یه زودی معلوم میشه. ایثار 2 ایثار 1 ایثار 2 به گوشم. سوژه مورد نظر تعقیب شما چکرم. سوژه رویت شد. اطاعت.
مریم مثل خواهر من بود، یعنی هست. اصلا نمیفهمم چطور این اتفاق افتاد، چی داره به سرش میاد. او الان تو وضعیت خوبی نیست، تصور میکنم به هر ترتیبی شده میخواد برادرش رو نجات بده، شاید هم خود خانوادش حفظ کنه. تقصیر منه، همش تقصیر منه، من پای اونو خانوادش رو به این ماجرا کشوندم. شاید، ولی الان تقصیر خودش بیشتر است. من یه شماره ازش دارم، نمیدونم میتونه بهتون کمک کنه یا نه. شماره کی هست؟ نادر. بنویسش، بی تأثیر نیست. ازتون میخوام کمکش کنی، تو رو خدا. من هر کاری که بتونم براش انجام میدم، حتی حاضرم برم جلوش رو بگیرم، هر کاری لازم باشه انجام میدم. شما الان بهتر بری خونه پیش رضا و شیرین، بیشتر بهت احتیاج دارم. خبرش رو بهت میگم. مرکز مرکز ایساری یک، مرکز مرکز ایساری یک، مرکز بگوشم. خسته نباشید. ضمن هماهنگی با قاضی پرونده دستور کنترل یه شماره رو میخواستم. فوری. متشکرم. در عرصه و قربان. کجا؟ آره آره دیدمش. خیلی خوب، باش باش. ایساره یک، ایساره دو، ایساره یک، ایساره دو، ایساره یک بگوشم. برسون برسونم، متاسفانه سوژه مورد نظر متواری شده. بسیار خوب، پرم دریافت شما، شکرم. مرکز مرکز ایساره یک، مرکز مرکز ایساره یک، ضمن عرض خسته نباشید، در ارتباط با کنترل تلفن مورد نظر با مقام محترم قضایی هماهنگی به عمل اومده یا خیر؟ موفق و معید باشید. متشکرم. گیرت میارم نادر. آها خوبه، حالا دیدمت. همینطور مستقیم بیا اینجا. خوبه. کسی که تعقیبت نکرد؟ اگرم تعقیبم کردن حتما گمم کردن. خیلی خوب، سوار شو. کجا؟ یه جای مطمئن. هنوز باورم نمیشه، نمیتونم خودمو ببخشم. الان که رفته آرزو میکنم یک کاش زنده بود و
دوباره همه چیز از اول شروع کرد. ای کاش میتونستم بهش بگم که عشقشو فهمیدم. اما نمیشه. اون رفت در حالی که من میتونستم یه زندگی بهتری براش درست کنم. تازه میفهمم که چقدر تنها. متاسفم. میفهمم چی میگی. منم همچه از این میترسم که نتونم محبت دیگران رو جبران کنم. تازه میفهمم که زندگی کردن با زنی که دوستش داری چقدر با ارزش. حاضرم تمام داراییم رو بدم. باور کن مریم. تصور میکنم دیگه واسه رسیدن به همچنان آرزوهای خیلی دیر شده. بهتر از یه چیز دیگه صحبت کنیم. آره، از موسو خبری داری؟ نه. نگاه کن مریم، من میدونم که موسا بچه رو دزدیده و قیبش زده که به جنسا برسه. آخه اون احمق با این همه جنس میخواد چه کار بکنه؟ تو شهر پر از ماموره، لوش میدونن گیرش میارن. اون که نمیتونه اون همه جنس رو آب کنه. من میخوام که کمکم کنی تو موسا رو پیداش کنی. مگه تو ادعا نمی کردی که خلاف رو گذاشتی کنار؟ پس اون مواد لعنتی دیگه به چه دردت بخوره نادر؟ فکری فقط به فکر خودمم. این به نفع موسا هم هست. تو دلت واسه موسا نسوخته، فقط به فکر جنسای خودتی. تو چرا منو باور نمی کنی مریم؟ ببین، منم نمیخوام موسا با اون مواد گیر بیفته. میدونی چیه؟ اگه مدارکشو به هم بدی شاید بتونم یه جایی باش قرار بذارم. میدونستم دیر یا زود تو رو میفرسته دنبال مدارک. حالا فهمیدم. پس تو فقط به خاطر من اینجا نیومدی. اون برادر منه ناده، میفهمی؟ من مجبورم. خودم بهش تبدیل. مگه تو میدونی کجاست؟ تو میگی. نه، شما نباید با هم روبرو بشید. این به نفع هر جفتتونه. من خودم مدارکو بهش میرسونم. باشه ناده. پس امانتی من چی میشه؟ خب اگه تو مدارکشو بدی من یه جایی باش قرار میذارم. اون وقت شاید بتونم از زیر زبونش بکشم که جنسا رو کجا قایم کرده. چیه؟ تو همینجا شام من به خاطر تو خیلی به خطر افتادم. تازه مگه چاره دیگه ای هم داری؟ بشی تو من بیا. Thank you.